به نام لایق تا توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوهای گرامی، خدا کنه سعادتمند باشین و روزهای ماه مبارک رمضان با خوشی و خوبی عبادت و اطاعت سپری بکنید. خانواده گرامی، بینوای عزیز برنامه بانو، من هم سلام های گرم خود را تقدیمتان میکنم با امید از اینکه جور و سعادتمند باشین، طاعت و عبادتتان به درگاه بینیاز قبول باد. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را. خواهر ما که میخواییم به برنامه زنگ بزنن 8656 دایل بکنن و همچنان پیام های شما که از طریق 456 مواصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست که حتما خواهر ما که پیام میگذارن. بعد از این شما خوشحالید هستین که ما در برنامه های گذشته و در برنامه های آینده هم تصمیم داریم که پیام های شما را با آواز خودتان به نشر برسانیم. خواهر ما که نمیتونن در جریان برنامه با تماسیان میتونن به 456 زنگ بزنین، کلید 1632 را فشار بدین، پیامتون رو بگذارین. اگر نمیخواین که آوازتون به سرق برنامه با ما به نشر برسانیم، لطفا در پیامتون بگوین. بله، خب تا یکی که تماس شما دوستای عزیزا می داشته باشیم و بعض دوستای ما گفته بودن که البته ما تماس ها را کم میگیریم یا نمیگیریم، تماس ها در قدم اول است. هر دوست ما که خواستن میتونن که زنگ بزنن و مشکلشان در میان بگذارن و در جریان از یک تماس نمی داشته باشیم پیام ها را میشنویم. خب میشنویم یک پیام که از کدام دوست ما هستن. خوشم بود به شما، کسی را دوست دارم و آنها هم ما را دوست دارن. و این رفت و پدرش خواهد برای کسی دیگری داد، برای کسی دیگری داد. این یک پوشتی مرا گرد میکنه، مرا بگی به هر شما میشه گاهی ما را چیز میکنم، دوا میخورم، فرام میکنم، خدا خود کشی میکنم، چیز میکنم. با وجود این مشکلات ما چیه رای را برای من شما بزنید که مامره از یا سلام علیکم. دکتر صاحب، کاش که می بودن که ازشان سوال میکردین که پس خودت چرا اقدام به نامزدی نکردی، چرا خودت خواستگاری نرفتی که با وجود که دوست داشتی کس دیگر رفت و خواستگاری کرد و نامزد شد. خب رفتیم مرا ندادن، گفت کوشش کردیم، چون دختر گفت حال مرا زیاد دوست داره، گفت برای من میگه که من بدون تو زندگی کردم، خودکشی میکنم یا خودسوزی میکنم، دوا میخورم، چنان میکنم. اینا گفتن که من احراز از این دارم. این برادر دو پیام گذاشته بودن، یک پیام شاید یک ذره مفصل ترم بود، منتها آوازش خوبش نبود، درست فهمیده نمیشد. ولی از خلال از اون من می حرفایش فهمیدم که حالا اینا احراز از این دارن که اگر من کاملا رها بکنم مشکلی است که حالا او دختر گفته که اگر من رها بکنی من خودکشی میکنم و یک جبری این کار بالای خوششان تعمیل شده. خب بر صورتش فرزان جان، یک موضوع هست که من یک چند وقت پیش شاهد ازی بودم که یک دخترک جوانه، فامیل دختر، فامیل پسر خوشوش و خود همی شوهرش که دو طفلک خرد سال هم داشت که طفل خردش تقریبا 6 ماه بوده، به یک شکل بسیار فجیع او را به قتل رسانده بودن، بسیار زجر داده بودنش. خب هر چیزی که باشه ببینید، ما یک چیزی که خدمت خانواده ها بارها گفتیم که کوشش بکنین که درست است، من قبول میکنم که هیچ پدر هیچ مادر به فکر از این نیست که زندگی دختر خود خراب بسازن، همیشه در جستجوی از این هست که کوشش میکنه یک زندگی راحت داشته باشه. ولی بار بکنین که با وجود که خانواده میخواه که همو دخترشان یک زندگی خوش داشته باشن، ولی نمیرسن به خاطر همین مداخله کردن بیجا و در نظر گرفتن خود همین خود نظر یک دختر. ما بارها گفتیم که اگر منطقی با جوان ها صحبت بکنید، اگر یک جوان اشتباه میکنه، مثل که یک خواهر ما برای ما یک پیام گذاشته بودن، گفتن نه پیام مرا بخوانید نه سریق برای ما، فقط چون باز ما برشان زنگ زدم، خب حالا خب چون حال وقتش آمد که ما برای بگویم. درست است، اون قسم یک مشکل بود که یک بچه جوان میخواست که با یک کس ازدواج بکنه که او کاملا نادرست بود، درست. ولی در اون صورت میشه که باز مثلا برشان بگوین که اینی مثلا شما گفتین که رفتین یک ملایم ما دعوت کردین آمد، اونا شش برشان گفت و گفت تا بالاخره تمام مسائل حل شد.
بر جوان اگر با زبان منطقی برشان گفته شود، برشان بگه که این کار تا نادرست است، اونا بار بکنی قبول میکنه، هم دختر جوان قبول میکنه هم بچه جوان. ولی با زندگی یک کس بازی کردن کار نادرست. یا ای که بگه که دختر من هیچ صلاحیت نداره، هر چیزی که ما تصمیم میگیریم باید همه تو شده، بخاطر که فردا رو زندگی از او هست. یک بار شما خودتان متوجه شده که های بالای شما زندگی همه تو تحمیلی بود، یا شما هم در بس و موارد نظر خودتان داشتین. حال من مشوری من بر ازی برادر ای است که خب حال خب مسئله شد که اونا نامزاد شده با کس دیگه، جسم در یک جای، روحش در جای دیگه، محبت با اونا وجود نداره، محبتشان با کس دیگه. خب خانواده اگر میخواست که این مسئله را حل بکنه، بسیار میتونست که این مسئله را آیسته آیسته منطقی حل بکنه، نه به جبر، به زور. به زور در هیچ جای دنیا به جای نرسیده، در هر جایی که زور. اگر شما افغانستان فکر بکنید، باور بکنید برابر نفوس افغانستان، باور بکنید چندین برابر نفوس افغانستان مرمی و توپ و آوان و راکت در افغانستان فایر شده، چندین برابر نفوس افغانستان. حالا باید در افغانستان یک کس هم نمیبود، ولی هر قدر که فشار سر انسان بیه، به مو اندازه سختتر و سختتر انسان شده بیه. هر قدر که با یک ملایمت برخورد شوه، با محبت برخورد شوه، منطقی رفتار کنن با خانواده خود. یک روز یک دختر فرزان جان یک های بسیار سوزانه کشید که من فکر کردم گفت امی آیش لبایش نه سوزانه. گفت من یک کس را دوست داشتم، بسیار میخواستم که با اونا باشم، ولی پدرم مرا قناعت داد، گفت با تمام تلخیاش فراموش کن. قبول کردم. سعی کنیم ببینیم. من از این خاطر میگم که خانواده باید متوجه از این موضوع باشه. و بعدا از شما هم برادر، اگر شما بسیار نزدیک از او باشین، همیشه با او تماس بگیرین، این محبت زیاد و زیاد و زیاد شده میره. در اجرت یا جدایی محبت بسیار زیاد شده میره. باز که نزدیک شن، باز یک اندازه یا بلند هم نمیره، کم شده میره. اگر کم هم نره، خب بلند هم نمیره. ولی هر قدر که باز در دوری باشه و اونا یک احساس عزیز بکنن که کس را که دوست داشتن اونا از جدا شدن، اونا با کس دیگه نامزد شدن، اینمی محبت اضافه تر شده میره. و ممکن که بعض اوقات، خب گرچه من مطمئن هستم کسایی که یکان گپای میزنه ای به ایمان ها نیست که حتما هم کار شده، ولی بانم انسان یک کمک باره متوجه بدن باشن، چرا جوان ها بعض اوقات متوجه رفتارهای خود نمی باشن. قصه که پیشتر براتون کردم که یک دختر جوانه به قتل رساندن، هر دوش جوان بودن، شوهرشون هم. ولی هر موضوعی که باشه، شما چی فکر میگن که بین زن شوهر چی گپ بوده میتونه که به هی حد اول خشونت بکنه، با سیگرت تماما بدنشان رو بسوزانه و بعدا در دهن از او دوای موش ددانشان پرت اونا رو به قتل برسانه؟ یعنی شما چی فکر میگن بین یک زن شوهر چی بوده میتونه به این حد دشمنی؟ ولی میشه بعض اوقات عقده ها باعث یک مشکل بسیار جدی میشه در خانواده ها. خانواده ها کوشش بکنن که این عقده ها را به هر شکل که میشه باید اینا را از بین ببرن. هر قدر که منطقی با افراد اجتماع صحبت شد، ببینید برای یک انسان در دیگه دنیا ها، برای در منظور من جهان غرب است، در اوج به حیوانات بار بکنین که یک احترام قائل هستن، ولی مو حیوانات شما ببینید که چه قسم رفتار دارن. بار بکنین که یک مکس شاید ازی بودم که یک سگ برآمده بود، تنها هیچ کس هم چیز نبود، از اشاره ترافیک استاده بود، همین اشاره سرخ که بود استاده بود، وقتی که اشاره سبز شد تیر شد از سرک. این قگپ هم میفهمن. ولی انسان های جامعه ما مورد توهین و تحقیر و تمسخر قرار میگیرن و از همون خاطر است که شخصیت ها مرده و اینمی همش باعث خود ما میشیم. اگر ما برای هر کس یک شخصیت قائل شیم، متوجه حرکات خود باشیم، توهین کسر نکنیم، هرگز چنین مسائل رونما نمیشه. و مشوره ما برای شما همی است که کوشش بکنید هر قدر از اونا دور باشین، به اندازه بنفع شما و بنفع از اونا هست. بله دوستای عزیز، باز هم میریم سراغ یک وقفه و دوباره برمیگردیم و باز هم منتظر تماس های شما هم هستیم و پیام های شما را هم با خود داریم. وقتتان خوش، نیمه روزتان بخیر. و نیفهم چرا مشکلات در شبکه است، تماس های شما را نداریم و پیام ها را نشر میکنیم. میبینیم که کدام پیام از کدام دوست ما هستند. سلام علیکم. مشکل داشتیم بخیر سید، یک دخترم 13 ساله است، یعنی مدت دو ماه 9000 افغانه بودستیم که هفت مکتب است.
دو ماه 9000 خورده. اینا یه قرار خونزیگر هستیم و یه وقتا هم بهش گپ نمیزنم. یه زیاد میگه که مادر جان مرا ببخش دیگه این کار رو نمیکنه نمیرخم. من رقم هیچ بخشی هم نمیتونم بخشه. اینا لطفا دارینده من رو یادی چی کار کنم مرا باید رهنمایی کنید. بله. مشکل از این خوار فهمیدین که در گفته 3 ماه 9000 خورده پول مصرف کرده. اول این که وقتی که دختر صنف 7 است حتما در 6 سالگی هم در مکتب داخل شد. 13 ساله جوان است، نوجوان است و در فصل نوجوانی هم از دختر و هم از پسر یکان تغییرات هورمونی نمیتونه که در وجودشان پیدا میشه، چون همیشه بدنشان در حالت رشد است، مغزشان در حالت رشد است، یگان مشکلات، یگان جور جنجال ها، یگان گپا در جوان ها ایجاد میشه، در خصوصا هم از بچه هم از دختر. ولی مشکل انسان باید پیدا بکنه. مثلا همین مصرف بیجا، اول من خود شما را خودتان ملامت میکنم که چرا اینقدر پول شما در اختیار یک دختر دادین؟ یا پنهانی پول گرفتن، شو اینا نگفتن که آیا پنهانی گرفتن بله. یا ای که شما از پیش شما گرفتن و گرفتن و گرفتن مصرف کردن. اینمی بعض کسها هستن که اولاد خود هر کس دوست داره، هر کس کل زندگی خود یک پدر و مادر فدای اولاد خود میکنه، کل زندگی خود چی مادیات چی معنویات. ولی بعض اوقات اینمی متوجه ازی که نباشن، بسیاری کسها پول بر اولاد خود میتن بار بکنی که عامله فساد یک طفل، عامل بدبختیش اینمی پول میشه. اینمی پول خودش آیدیا بر مغزش میده که این باید چی بکنه، امروز باید مکتب نره، باید چی چیزها را از بازار بخوره، چی کارا بکنه. اینمی باعثش خودش پول. دکتر صاحب اگر پول برش نتن باز او خودش دست به دزدی نمیزنه؟ نه فرزان جان، اینجا یک موضوع دیگه است. منظورم از این است که بیخی یک حالت فقر زندگی نکنه. منظورم این است که مثلا یک بچه نظر به سن سال شما برای شاگرد، برای بچه‌تون که صنف اول است چقدر پول تخصیص میدین، برای یک بچه‌تون که در صنف 7 است چقدر میدین، برای یک بچه‌تون که صنف 12 است چقدر تخصیص میدین. اینی ده منظور من است، اضافه را من براتون گفتم. مثلا یک بچه صنف اول آیا شما اجازه میدین که 200 روپیه پول همش هدف جیبشان باشه؟ یا صنف 2 مکتب و ضرورتش چی هست؟ بله. اینا نهایتش چی میکنن این پول؟ حتی به خورداد دکتر صاحب من فکر میکنم باید هیچ پول داده نشه، به خاطر که ما شما میبینیم که دم پیش توی مکتب ها آنچی که نیست که لازم نیست، صحیح نیست، در اونجا فروخته میشه و طفلک ها زو میخره. اما بهتر رو است که خودشان بیسکیت چیزایی که صحی از خانه بخرن، وقتی که طفلشان میره برش بتا بیسا گپ خوب است. همین یک عامل اساسی میسوی تغذیه. بله. بار بکنیم این فست فود است، یعنی بله. غذای آماده که همین چپس و بله بله. چیزا که است که کاملا غیر صحی است و واقعا بله. فرموده شما که چیزای رنگارنگی که برای من افهمو بله. تحلیل تجزیه شده یا نشده. خب دروازه‌های سرحدات افغانستان بسیار باز است بله. و از هر طرف میایی بسیار بر وزارت صحت عام، گرچه وزارت صحت عام هم تا اندازه کوشش میکنه که کنترل شه، ولی کشور ما برای ما معلوم است مشکل است. ولی چند موضوع است. اولی که شما پول وقتی که برش دادین یا ای که از پیش خودش بود پولای خودم مصرف کرد، هر چیزی که بود، حالا مشکل سر مشکل اضافه تر نکنین. اولی که اون که میگه مادر جان مرا ببخشید دیگه این کارو نمیکنم، به این معنی است که اونا متوجه خود شدن که مادرشان از پیشون چه خفه است. درست است که شما این پول نیست که مثلا قابل محاسبه باشه، کل شما سر از بسیار محاسبه بکنین که چرا این کار شده، ولی شما نگران آینده هستین. باور بکنین که بسیاری از مشکلات ما عدمی نابخشودنی پیدا میشه، به این معنی که ما اگر ببخشیم، اگر یک انسان یک سوء میکنه، اشتباه میکنه، در جنب ازی که امی چند روزی که قرب بدین کافی هست، برشان بشانیم، برشان بگن که بچه ما تمام زندگی خود فدای تو میکنم همه چیز، ولی ای عمل تو کاملا نادرست بود، بخاطر از اینی کار اول تو همین پول که مصرف کردی چی گرفتی؟ همون غذایی که به فرموده فرزانه جان که خوردیم چی نوع غذایی بده؟ چی چیزهایی بده؟ یعنی بسیاری کسای هست فرزانه جان که اصلا در خانه عادت نداره که نان بخوره، همیشه بله. پول از خانه میگیره، میره همیشه از بیرون یکان چیزا رو میخوره و کاش که چیزای سیره بخوره خب بازم خیره، ولی چیزایی رو میخوره که به صحت خودش مضر است. و در جنبش
بهترین راهی است که شما اونا رو ببخشین و بعد از این کنترل داشته باشین. و یک موضوعی را که برای مثلا برای جوان ها که چقدر پول لازم است، اینه میره باید خانواده باید بفهمه که از چیزی که از اضافه تر میشه، اینه میره باید برای یک جوان تا او اندازه نتا که بالاخره خودمی پول منحرف کننده باشه و باعث ازی شوه که امو پول بالاخره اینا رو به بیراهه و بکشانه. بهتر امی از و یک موضوع دیگه هم است که بعض اوقات در حالت فقر هم درست نیست. مثلا که بسیاری یک جان که بچه ها که میشنن که اما پول دار نه که پول نداشته باشه، یعنی اینمی میزان باید انسان در نظر بگیره، نه اضافه تر شوه که اونا رو به بیراهه بکشانه و نه به اون شکل که نداشته باشه که یک احساس محرومیت بکنه. اینمی تعادل خانواده باید حتما حتما حفظ بکنه. و یک موضوعی که بسیار مهم است فرزند جان اگر وقت داشته باشیم که بسیار مهم است در خانواده ها که پدر و مادر متوجه اولاد خدا ولو از طفلی باشه متوجه مسائل اقتصاد بسازه. بله. که چطور خود از او بچه مثلا بسیاری کسا هست بچه های جوان هسته ایچ اصلا به این فکر اقتصاد خود خانواده به ایج نیست. فکر میکنه که این پدر باید پول پیدا بکنه، این پدر وظیفه شد برای من بتا تا وقتی که بالاخره به این شکل بارمه. اگر یک ذهنیت پول آوری را در برش ایجاد بکنین بسیار گپ خوب است. اونا در هر موقع در فکر ازی است که چطور پول پیدا بکنن. مثلا بسیاری کسا هست هر کس میگه پول خوش داره ولو یک کسی که کاملا دیوانه است او هم پول خوش داره ولی میگه عاشق به خاطر رسیدن به معشوق هر کار میکنه چون او را دوست داره. ولی کسی با پول میرسه که اول کلی پولاور داشته بود که چه قسم پول باید پیدا شه و بعد از او اول که او را دوست داشته باشه و بعد از او همی دوستی بالاخره ایره به او را کش میکنه که چطور بتانه او را به دست بیاره. پس به خاطر اینمی ذهنیت بر جوانا باید ایجاد شوه که چطور میتونه از طریق حلال ای یک کد نمبر بسیار خوبه است که از طریق حرام نه که از هر طریق انسان بتانه پول باز او پول ارزش نداره ده که او خو حرام است. حلال چطور بتانه که پول به دست بیاره هم تحصیل بکنه و هم کار بکنه. اینی یک گپ بسیار خوبه است که میتونه که در فرداها یک زندگی خوش و راحت داشته باشه. بله دوستای عزیز ای بود برنامه امروزی شما. دوستان عزیز تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. علی یار و نگهدار همه.